درود بر شما. همونطور که خدمتون گفتیم برای کنگره کالیسه مبحث اصلی روی چند تا فاکتور فوکوس داشت. یکی از فاکتورها خب فاکتور بحث انرژی بود، فاکتور دیگه توی بحث دیجیتال مارکتینگ هستش و همینطور مباحث مربوط به مقاومت سایشی کاشی و افزایش اون برای مصارف آوتدور و همینطور ایندور کاشی و همینطور بحث پیگمنت ها در جوهرهای چاپ دیجیتال. و میبینید در کنار کنگره همینطور شورومی از محصولات جدید کاشی ها رو نمایش گذاشتن که الان بتون نشون بدم. روش نصب خشک برای کاشی و استراکچرهایی که استفاده میشه برای این کار رو به نمایش گذاشتن که استراکچرهای آلومینیومی استفاده میشه. روی استراکچرها یه شیاری، روی کاشی یه شیاری ایجاد میشه و با استفاده از ریلی روی کاشی روی اون استراکچر پیاده میشه، قابلیت تعویض داره. این فضای خالی بینش هم باعث میشه که یه مقدار اون کاشی عایق حرارتی بالاتری ایجاد بکنه برای محیط و در نتیجه شما میتونید از کاشی بهترین وجه برای بحث نما استفاده بکنید. نمای از خود کاشی هایی که قراره برای نما استفاده بشه به عنوان نصب خشک، نگاه کنید به چه صورت کاشی ها پانچ میشه. اینجا روی ریل قرار داده میشه، اینا داخلش قرار میگیره و به این صورت روی همون شیارهایی که به صورت استراکچر روی سطح نما استفاده میشه، اینا مورد استفاده قرار میگیره. اسلب خب یه کاربرد دیگه ای که دارن، الان ببین اینجا اومده از کاشی اسلب به عنوان کارنتر استفاده کرده و اون رو به صورت گرد برش زدن. خب خیلی ساختار جالبی داره این حالتش هم که ببینید که الان از سایز بزرگ هستش به عنوان کانتر. این کاربردهای جدید کاشی بسیار بسیار میتونه استفاده از کاشی رو گسترش بده و مقدار مصرفش رو در فضای خونه افزایش بده. نمونه دیگه از استفاده از کاشی های سلب برای کانتر، خب ببین چقدر قوس قشنگی داره. سایز اینا 120x240 و سایز های 180x360 هست. به خاطر همین بعد برش تونستن اینو حالت قوسدار بهش بدن، وگرنه این امکان وجود نداره. سایز خیلی بزرگی داره و به خاطر همین میتونیم در این سایز تقریبا اینو قوسدار برش بزنیم با دستگاه CNC و موارد مشابه. خب این شورومی هستش که اینجا تشکیل دادن و یه سری از نوآوری ها رو اومدن در زمینه انواع تحقیقاتی که روی کاشی و سرامیک انجام شده در اینجا مورد استفاده قرار دادن. نگاه کنید الان اینجا توی کف اینجا کاشی هستش که مقاومت سایشیش بالا رفته و همینطور استحکاکش افزایش پیدا کرده. برای سطح شیبدار و جایی که شما انتظار دارید که خیس باشه و مقاومت لغزشیش کاهش پیدا بکنه، این کاشی ها مورد استفاده قرار میگیره. همینطور استفاده از کاشی های با استحکام بالا میبینید برای پله و کاربردهای خاص، اینا جزء مواردی هستش که استفاده شده. اینجا میبینید که از کاشی برای دکور این سیستم استفاده. خب چیز جالبی خوشگلی هستش، هم زیبایی داره و هم کاربرد آوتدور داره.